ولی فقیه ارتجا در یک اقدام دجالگرانه بخشی از سخنان خود در سی و یک مهر 91 را به صورت پیام تویتری که در آن خواهان نابودی اسرائیل شده بود را منتشر کرد و نوشت اسرائیل باید حذف و ریشکن شود این امکان پذیر است و محقق خواهد شد آخون جنتی رئیس مجلس خبرگان و شورای نگهبان ارتجا نیز روز سهشنبه گفت من به طور رسمی اعلام می کنم عمر اسرائیل به سر رسیده است. طولی نخواهد کشید که جشن نابودی اسرائیل را برگزار کنیم. آنگلا مرکل صدر آلمان و همچنین نخست وزیر کانادا سخنان دجالگرانه خامنه ای درباره نابودی اسرائیل را محکوم کردند. آنگلا مرکل صدر آلمان گفت رژیم ایران هرگز نباید به تسلیحات اتمی دست یابد. ما تمامی تلاش های دیپلماتیک را در رابطه با برنامه بالستیک این رژیم و فعالیت های آن در یمن و حضور آن در سوریه به کار خواهیم گرفت تا رژیم ایران را از آن منطقه پس بزنیم. مرکل در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل در برلین اظهارات خامنه ای درباره نابودی اسرائیل و دخالت های منطقه‌ای رژیم آخوندی را محکوم کرده. به این زمین تاکید بر موضع این کشور پیرامون حفظ برجام بر لزوم مقابله با برنامه موشکی رژیم و مقابله و پس زدن مداخلات رژیم در منطقه تاکید کرد. نخست وزیر کانادا و همچنین رهبر اپوزیسیون این کشور بازنشر سخنان دجالگرانه خامنه‌ای در سال 91 درباره نابودی اسرائیل را محکوم کردند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در جلسه پارلمان این کشور گفت موضع رژیم ایران غیر قابل قبول است و موضع ما در قبال این رژیم روشن است ما با حمایت رژیم ایران از گروه های تروریستی تهدیدات آن علیه اسرائیل برنامه موشک بالستیک آن و حمایتش از رژیم اسد مخالفیم اندرو شیر رهبر حزب محافظه کار کانادا ضمن محکوم کردن اظهارات خامنه ای گفت ما نمی توانیم این نفرت افکنی را تحمل کنیم. من از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستم تمامی تلاش ها برای عادی کردن روابط با رژیم ایران را متوقف کند.